السؤال للسيدة ناهد يوسف من قناة العربية. مساء الخير معالي الوزير، لماذا اخترتم لبنان كأول زيارة خارجية لك؟ ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها في هذه الزيارة إن كان للداخل اللبناني أو للخارج؟ بخاطر اینکه لبنان مهد مقاومت است، لبنان مهد مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است و رابطه ایران با لبنان یک رابطه صرفاً دو دولت با هم نیست، یک رابطه تاریخی است میان دو ملت دارای ریشه های عمیق در عرصه های مختلف. لذا انتخاب اولین مقصد سفر بعد از مسئولیتم یک انتخاب هوشمندانه برای اینکه نشان بدیم که جمهوری اسلامی ایران همچنان راسخ و با صلابت از مقاومت ملت‌ها در قبال تجاوز، اشغالگری و نسل‌کشی حمایت و پشتیبانی می‌کنه. اول زیارات خارجیه هي إلى لبنان، لأن لبنان هو مهد المقاومة ومهد الصمود ضد الكيان الإسرائيلي، وكذلك لأن العلاقة بين إيران ولبنان ليست علاقة بين دولتين فحسب، بل علاقة بين شعبين تربطهما علاقات قديمة شاملة في مختلف المجالات. ولذلك إن اختيار لبنان كأول وجهة خارجية لي بعد تولي هذا المنصب هو اختيار ذكي يدل على الإرادة والعزيمة الإيرانية الراسخة والثابتة والقوية في دعم صمود ومقاومة الشعوب ضد الاحتلال والعدوان والإبادة الجماعية. رابطه ما با لبنان همونطور که اشاره کردم رابطه همه جانبه است. ومثل ما قلت فإن العلاقة بين إيران ولبنان هي علاقة شاملة. در دیدارهایی که امروز با مقامهای عالی رتبه لبنان داشتم مجدداً تأکید کردم بر حمایت همه جانبه ایران از ملت و دولت لبنان در مقابل تجاوزگری های رژیم صهیونیستی. و خلال لقاءاتي اليوم ب قادة لبنان اكدت مرة اخرى على دعم ایران الشامل للشعب والحكومة في لبنان ضد اعتداءات الكيان الاسرائيلي. و همینطور تأکید کردم بر اراده راسخ جمهوری اسلامی ایران برای همکاری‌های اقتصادی با جمهوری لبنان و همینطور ارائه کمک‌های لازم از جمله در زمینه سوخت به دولت لبنان. كما اكدت او جددت التاكيد على اراده ايران الثابته لتطوير التعاون الاقتصادي مع لبنان في جميع المجالات، وفي هذا السياق جددت مقترح إيران لتزويد الحكومة اللبنانية بالوقود